سوالات نموداری برای مثلثات. میگه شکل زیر قسمتی از نمودار تابع ایگرگ مساوی 1.2 تا سینوس ایکس، شیب پاره خط آب کدام است؟ اول از همه ما باید بریم سراغ نقاط آب. نقطه آ کجاست؟ این ماکزیموم تابع ماست. بچه دقت کنید، شما زمانی تابتون ماکزیموم میشه که سینوس 1 یا -1 باشه، بسته به ضریبش داره این پشت. اگه ضریبش مثبت باشه زمانی تابت ماکسیمومه که سینوس 1 باشه، اگه ضریبش منفی باشه زمانی تابت ماکسیمومه که سینوس -1 باشه. الان چون ضریب سینوس منفیه، پس باید سینوس من توی این نقطه -1 باشه، پس ایکسش بوده -π². پس من تونستم طول نقطه آ رو پیدا بکنم. حالا مگه نه اینکه الان من اگر جای سینوس -1 بذارم میتونم ایگرگش رو پیدا بکنم؟ بریم ایگرگش رو پیدا بکنیم، میشه 1 -2 در -1 میشه 3. پس من نقطه آ رو پیدا کردم -π² و 3. این از آ. حله؟ حالا بریم بی رو پیدا کنیم. بی کجاست؟ جاییه که تابع خورده به محور ایکس ها، به عبارت دیگه جاییه که ایگرگ تابع من صفر شده. من اگر 1 - 2 تا سینوس ایکس رو صفر بذارم، سینوس ایکس در میاد 1/2. آقا سینوس کجاها 1/2 میشه؟ مثلا تو پی 6، مثلا تو 5π6. فقط به یه نکته توجه کن. ببین، تو قبل از بی تابع یه جایی دیگه محور ایکس رو قطع کرده. یعنی من وقتی اینجا ایکس رو بنویسم پی شیشم این اولی است، پس اینو من نمیخوام. بعدی چی میشه؟ 5π6. پس این نقطه بی هم طولش 5π6. اینم بی 5π6 و 0. درست شد؟ حالا گفته شیب. من اگه بخوام شیب به دست بیارم، بالا میشه دلتا ایگرگ 0 بنویسه، به روی دلتا ایکس 5π6 منهای -π² که میشه به ازای π². پس بالا میشه بنویسه، پایین اگر مخرج مشترک بگیریم اون میشه 3π6، میشه 8π6. خب این رو اگر من ساده بکنم به 2 با بالا، این میشه 4/3. دور در دور، نزدیک در نزدیک، بالا میشه -9، پایین میشه 4π، و جواب میشه گزینه چند؟ 1. نکته این سوال تو چی بود؟ اول تو بفهمی که وقتی ضریب سینوس منفیه، سینوست -1 باشه ماکسیموم میگیری. این 1. 2، بی دومین ریشه شه، اولین ریشه همون تو پیشیشم اتفاق میفته، دومین ریشه همون تو 5π6 اتفاق میفته.